سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. یکی دو تا ویدیو میخوایم با هم ببینیم. مون تا قبلش من میخوام یک نکته رو به شما یادآوری بکنم. اون نکته اینه که ما توی اینستاگرام یک گلایه‌ای رو از سوی دوستان میبینیم و اون گلایه این هست که وقتی ایران آنلاین حذف میشه ما دیگه محتوای شما نداریم. اصلا یا باید وایسین که بازیابیش بکنید یا باید وایسین که برید یه پیج جایگزین یا به اصطلاح خودمون چی بهش بگم پیج جدید ایجاد بکنید. حالا مشخص نیست که ما بتونیم این پیج جدید برسیم یا نه. ترجیح داریم پیج اختصاصی راه بندازیم. با اسمی خاص که دیگه شما از این دنبال همین برید، فقط اختصاصی ویدیوها داخلش باشه، محتوای دیگه نباشه، عکس نوشی یا مطالب دیگه نباشه. اون کسی که فقط دنبال ویدیو هست اونجا بره، در اینستا اون محتوا داشته باشه. آدرسش رو روی صحبت‌های من دارید مشاهده میکنید، فعلا محتواهای آرشیویه. میخوام یه خورده محتوا داخل پیج پر بشه، بعد دیگه یواشش محتوای بروز داخل این پیج در اینستا بارگذاری میشه. اینم وظیفه بود که احساس کردم نسبت به رفقای خودمون در اینستا باید انجام بدیم. و خواهشم اینه اطلاع رسانی کنید، اگر کسی میتونه در استوری ها و جاهای دیگه اطلاع رسانی بکنه که رفقای دیگری هم در جریان قرار بگیرن. بریم برنامه امروز رو شروع بکنیم. دو تا خبر در خصوص مجلس در هفته گذشته ارسال منتشر شد. یک خبر مربوط هست به نماینده مجلسی که تصاویر نماز خوندنش در شبکه اجتماعی منتشر شد. توی یک جلسه رسمی این عکس ها منتشر شد که ایشون داره نماز میخونه. خیلی کاربرها واکنش بسیار منفی به این تصاویر داشتن. عمده کاربرها اینطور برداشت کرده بودن که این تصاویر ریاکارانه است، چیزهایی از این دسته. ببین ما اصلا کاری نداریم، هدف و انگیزه اون فرد چی بوده؟ اصلا فعلا تو این بخش اصلا با هدف انگیزش کار نداریم. داریم میگیم که مخاطب چی برداشت کرده. مخاطبی که دنبال میکرده حس مثبتی نسبت به آن چیزی که رخ داده نداشته. ایشون پاسخهایی در توییتر دادن. اکانت ایشون در توییتر اومد توضیحاتی داد، برای مثال که من قبل از جلسه رسمی این کارها رو کردم، این نماز برمیگره به قبل از جلسه رسمی و حرفای از این دست. حالا کاربرهای توییتر هم پاسخهایی دادن، رفتن جلوتر و به اصطلاح خودمان به نوعی اومدن یادآوری کردن. من خلاصه ترین پاسخ که دیدم این بود که خب آقا اگه مثلا جلسه غیر رسمیه شما یه خورده اونورتر این نماز رو میخوندین که همچین حاشیه‌ای درست نشه. به هر جهت اون چیزی که من میخوام احساس بکنم اینه، گاهی وقتها چهرهای سیاسی در داخل ایران رفتارهایی رو انجام میدن، حالا تو ذهن خودش شاید واقعا هدف بدی هم نداشته، اما واقعیت ماجرا این هست که افکار عمومی رو طور دیگری برداشت میکنه. بعد اون چهره سیاسی هزینهشو نمیده ها، اینطوری برداشت نکنیم که شما داری هزینهشو میده، نه، حاکمیت هزینهشو میده، اسلام هزینهشو میده، چون بحث اعتقادیه، مردم هم مشکلات معیشتی دارن، یه سریهاشون هم وقتی نگاه میکنن اون چیزی که تو ذهن طرف میاد اینه که خب من مشکلی که دارم، مشکل اقتصادی که امروز دارم به خاطر این مدل رفتاره. دقت کن چی شد. ببین شما شاید هیچ انگیزه بدی از این کارت واقعا نداشته باشی، ولی کاری که شما داری انجام میدی اینه که داری تفکر رو، داری تفکر چجوری بگم، افکار عمومی رو از این که ضعف امروز ما در حوزه اقتصادی و معیشتی به خاطر جریان غربگرایی است که نگاهش به غرب داری منحرف می‌کنی به این سمت که ضعف امروز ما به خاطر این رفتاره. اصلا اسلام این شکلیه که یه سری آدم سوراخ دعا رو گیر آوردن، این شکلی رفتار می‌کنن، به قدرت می‌رسن، تخصصم ندارن و خروجی مشکلات معیشتی ما امروزه. دقت کنید شد یه تفکر داره از این نوع رفتار ضربه میخوره، فارغ از اینکه حتی شما اصلا شاید اون لحظه نیت بدی نداشتی، نیت ریاکاره نبوده باشه. پس این موضوع مهمه. هر کسی هر رفتاری که میخواد انجام بده در حوزه سیاسی باید اینا رو در نظر بگیره. و به نظر من اگر اون فرد نمیتونه اینها رو در نظر بگیره و اگر این مسئله برش در اولویت نیست، بالادستی باید باشه که بتونه اینا رو یادآوری بکنه. بالادستی باید باشه. حالا من بخشو کاری ندارم، باز یادآوری میکنم، چون نماینده پاسخهایی داده من ترجیح دادم که نقدش نکنم. اومده توییت زده، توضیحاتی ارائه داده، ولو اینکه غلط، چون وادار شده و خودش رو وادار کرده که پاسخگو باشه به افکار عمومی، یعنی حتی اگه توجیه هم در نظر بگیریم حرفشو، به نوعی داره تلاش میکنه که با افکار عمومی خودش دیالوگ داشته باشه. یه قدم روی جلوه، و افرادی که به این سبک رفتار بکنن من خیلی نمیخوام در حوزه رسانه روی اینها فشار باشه، ولی وظیفه خودم اینه بهش بپردازم که دوستان یه وقت اینطور براشون آقا چرا مثلا بهش نپرداختی، اینم موضوعی بود که مثلا در هفته گذشته دیدیم و چرا در برنامه مطرح نشد. اما اون موضوع مهمتره برای من. یک ویدیو هست که از یک نماینده منتشر شده، نماینده‌ای که آخه من گرایش سیاسیش هم بگم دوستان فکر میکنن که
من به اصطلاح خودمون به خاطر اینکه گرایش سیاسیش با من همسو نیست دارم برنامه رو می‌سازم، به خاطر این اشاره نمی‌کنم. اما خلاصه ماجرا اینه، جلسه برگزار میشه در صدا و سیما پیرامون بحث شفافیت، بحثی که الان در توییتر خیلی داغه و رفقای توییتری ما دارن بهش میپرزن. و خلاصه حرفم اینه، میگن که آقا یک مجلس روی کار اومده، دو سومش هم به شفافیت رأی داده، اون یک سوم دیگه چرا همراهی نمیکنه و چرا این به اصطلاح خودمون طرحه در این مجلس به تصویب بالاخره نمیرسه. خلاصه تر اگر بخوام بگم حرف اینها رو اینه که شما کسانی هستین که متأثر از بحث شفافیت رأی آوردین و انتظار میره که حداقل شما به یک مورد پایبند میبودید. حالا مناظره رو میخوایم هم ببینیم، بخشی از یک مناظره است، یک نماینده مجلس داره دفاع میکنه از شفافیت، یکی داره ردش میکنه. این صحبت های اونی که داره شفافیت رو رد میکنه، ببینیم صحبتشو. این طرح اگر تصویب بشه گروه های فشار به رای نمایندگان خدمتشان خب. یا اینترنت من صورتشو بیارم پایین چون معمولا با صورت ببینیم. این طرح اگر تصویب بشه گروه های فشار به رای نمایندگان خدمت فشار میاره این طرح رو تصویب کنه. گروه های فشار یعنی چیه؟ گروه های فشاری که در جامعه هستن، هر چی گروه های کنان هستش. میگه که گروه های فشار دارن به اصطلاح فشار میارن که این طرح تصویب بشه. من اولا متوجه شدم این گروه های فشار اسم ندارن، نمیتونی یه چند تا از اکانت های معروفشون نمیتونی برای اون اسم ببری، مثلا بگی توی توییتر فلانی و فلانی این کارو کردن، اینا از نظر من گروه فشارن. خب تو اگر این کارو بکنی من از فردا میدونم که این اکانت اکانت گروه فشاره. اینو کی گفته؟ نماینده مجلس ایران گفته. چرا اسم نتونستی ببری؟ یا داری دروغ میگی یا اصلا گروه فشاری وجود نداره. قبول دارین حرفو؟ بریم ببینیم، بریم ادامه صحبتشو ببینیم. ببین کلا یه دقیقه صحبته، من بخوام بزنم جلوی 6 ثانیه باید نگه دارم صحبت بکنم. واقعا نمیدونم اینا مثلا این دفاعیات بود از رد طرح شفافیت یا چی بود دقیقا. این صحبت هایی بود که پر از ابهام و پر از ببینیم صحبت رو. ما خدمت مثال از میکنم آقای نیکبین بیاد ببینید. ما میخوام ارزش افزوده، الان معرفه ارزش افزوده 9% میخوام اینو 10% کنیم. اگر این 10% تو مجلس تصدیق شد و خدمت شما میگم که و این آرا مشخص شد که این 1% زیادش ایستو تصدیق شده و در جامعه التهاب شدیدی تو بازار شکل میگیره، خودتون میدونید که مثلا در بازار برای خدمت هزینه‌های خیلی سنگینی برای مردم ایجاد میشه. آیا نیکبین، آیا با این تصویب این اینجا شما در پاسخگوی مردم برای افزایش قیمتاشو میتونید باشید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کار کارشناسی کرده باشید الان این کار کارشناسی نمیشه. اگر یکی از طرحهای چیزی فهمید شد نیکه، ما الان توی مجلس میگیم یه طرحی رو بررسی میکنیم، این طرح رو زمانی که تصویرش کردیم به بخشی از جامعه فشار میاد، بعد اینا دادشون میره هوا، میگن که آقا چرا اینو تصویب کردی که این شکلی بشه. بعد سوالش اینه، میگه که شما وقتی طرح شفافیت رو به اصطلاح خودمون اجرا کرده باشی، حالا باید به جامعه خودت پاسخ بدی، باید پاسخ بدی که چرا از این طرح حمایت کردی. بعد به اون یکی که حامی شفافیته میگه که تو حاضری اگر همچین اتفاق افتاد به جامعه پاسخ بدی؟ میتونی پاسخ بدی؟ اون فرد میگه که آره اگر کار کارشناسی کرده باشم پاسخ میدم. بعد ببین اصلا فارغ از اینا میدین دعوا سر چیه؟ این داره در تو این صحبت میکنه، میگه من رفتم ناز یه سریا رو تو انتخابات کشیدم، گفتم من نوکر شما، من مخلص شما، من میخوام برم مجلس غلامی شما رو بکنم، ان شاءالله چاکری شما رو بکنم، شما بیاید به من رأی بدید. بعد الان رفتم تو مجلس، خوب که دارم فهم میکنم، میبینم که اگه شفافیت باشه من باید به اینا پاسخگو باشم، به اینا که رأی دارم باید پاس. خب چه کاریه؟ من با رأی اینا میرم تو مجلس، ولی نمیخوام. فهمیدی؟ به اصطلاح خودمون فردی هست که به افرادی که او را برگزیدن نمیخواد پاسخگو باشه. من دارم این شکلی اصلا فارغ از اینکه شفافیت خوب است یا بد، من از صحبت شما دارم اینو برداشت میکنم. ببینیم ادامه صحبتشو. پس این فرد گفتش که آقا اگر کار کارشناسی بکنیم، آره من میام با مردم میشم صحبت میکنم، میگم متأسف از این کارهای کارشناسی، من به این طرح رأی دادم. بریم ببینیم ادامه‌شو. اگر کار کارشناسی کرده باشه الان این کار کارشناسی نمیشه. ببین اگر یکی از طرحهای چیزی که واقعا کارشناسی نمیکنه، یکی از کارهای تر این نیست که واقعا عقلانیت رو از مجلس میگیره این طرح. ببین الان اگر این مجلسی که روی کار هست بخشی داشته باشه واقعا تحت عنوان نظارت بر رفتار نمایندگان، باید با ایشون برخورد بکنه.
میدونین چرا؟ برگشت گفتش که اون شخصی که داشت دفاع میکرد گفت اگر کار کارشناسی صورت بگیره، آره من از طرحی که ارائه دادم دفاع میکنم، به مردم میگم که آقا من به این دلایل از این طرح دفاع کردم. بعد اون کسی که مخالف شفافیت میگه چی؟ میگه که الان که کار به اصطلاح خودمون کارشناسی نمیشه انجام داد. نکتهشو گرفتی؟ اولین پیامی که رو مخابره میکنه اینه که اونایی که مخالف شفافیتن به خاطر این مخالفتن چون کار به خاطر این مخالفن چون کار کارشناسی نمیتونن انجام بدن و اگر قرار باشه پاسخ باشن دلیلی برای دفاع ندارن. خب این نکته اول. ببین تو اولین پاس گل رو به ما داری میدی. یعنی چی؟ یعنی داری توضیح میدی که مخالفان شفافیت ایده از قماش شما هم دیگه کار کارشناسی بلد نیستن، به زورم اومدن کرسیارم گرفتن. حالا دیگه آخه پاسخ چی بده وقتی کار کارشناسی کردی؟ نکته اول. نکته دوم، ببین وقتی میگم که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید با ایشون برخورد بکنه، به خاطر اینه. تو الان داری این پیامو میدی که در مجلس ایران کار کارشناسی صورت نمیگیرد. آقا آوری مجلس این وسط رفته یا نه؟ مجلس اگر واقعا دغدغه داشته باشه که در رأس امور باید بمونه و کسی به جایگاهش توهین نکنه، اول باید با ایشون برخورد بکنه. چون این حرف خیلی حرف زشتی بود و فکر میکنم من متاسفم برای نماینده هایی که این حرف را شنیدن و ساکتن. چون طرف رسما داره میگه در مجلس ایران چیزی تحت عنوان کار کارشناسی صورت نمیگیره، ما هم چون کار کارشناسی نمیکنیم، یا از اینجوری بگم اصلا طرح اجرا میشه یا اصلا اجرا که نه، میرن روی چیزی بحث میکنن اینا چون نمیتونن ازش دفاع بکنن. یعنی بعضی از اینا واقعا کار کارشناسی نمیفهمن چیه. الان تو صحبت ایشون مشخص شد دیگه. حالا بریم ادامه شو ببینیم. یکی از کارچی تر این نیست که واقعا عقلانیت رو از مجلس میگیره این تر. کارهای پوپولیستی در کشور زیاد الان زیاده دیگه، همه کارهای پوپولیستی انجام میدی. بفهمید چی شد؟ میگه که مردم از من اگر این تر شفافیت در مجلس اتفاق بیفته، مردم از من پاسخ میخوان و چون کار کارشناسی نکردم نمیتونم پاسخ بدم. حالا راهکار چیه؟ ببین راهکار اینه که تو بری اولا خودتو ارتقا بدی، نماینده ترازه ایران بشی، دوما کار کارشناسی انجام بدی، اون وقت میتونی به مردم پاسخ بدی. خب حالا اگر یه همچین اتفاقی افته، یعنی نماینده ها نماینده ترازه ایران بشن، کار کارشناسی بکنن و بتونن به مردم پاسخ بدن، در این صورت آیا این طرح به عقلانیت مجلس کمک میکنه یا نه؟ بله کمک میکنه. این شخص چی میگه؟ میگه این طرح اگر اجرا بشه عقلانیت رو از مجلس میگیره. بله اگر مجلس مجلسی باشه که شما نمایندش باشی که میگی کار کارشناسی نمیکنم و مردم هم نمیتونن پاسخ بدن، بله من هم قبول دارم که از چنین مجلسی این طرح به اصطلاح خود عقلانیت رو میگیره. ببین ادامه صحبتش رو. دیگه به طور کلی اصلا ببینید ما الان تو کار کارشناسی ما همه چیز رو نمیتونیم که در مجلس خدمت رو توضیح بدیم برای مردم، واقعا نمیتونیم. من هر روز باید هر یک که رأی دادم صدا و سیما در اختیار من باید باشه، همه مسائلی که وجود چرا رأی دادم چرا ندادم چه اینطوری شده. یه زمان این خود میگم که الان واقعا نفاق در کشور زیاده. آفرین، اصلا دمت گرم، کل حرفت همینه. من بده آفرین میگم نفاق در کشور به شدت زیاد شده. من میخوام آقای نماینده برای شما از نماینده صحبت بکنم که در مجلس شورای اسلامی رأی آورده، کاربرها در اینستاگرام بهش پیام میدادن که با شفافیت موافقی که ما بهت رأی بدیم و اون میگفته که بله، و الان در مقابل ما نشسته از شفافیت دفاع نمیکنی که هیچ شفافیت رو رد میکنه و به من و بقیه مردم ایران میگه که نفاق در کشور زیاد شده. آیا همچین رفتار نشونه یک منافق هست یا نه؟ اینا قابل تعامل دیگه. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کجاست؟ ببین شما یک نماینده هستی که کاربرها بهت مراجعه کردن گفتن آی نماینده شما شفافیت رأی میدی، تو گفتی بله بله من رأی میدم، من کاملا باش موافقم. الان که مخاطبم میگه آقا مستندشو نشون بده، این بخش از یک دایرکته، تو کانال های اینستاگرامی و تو کانال های تلگرام و پیج اینستاگرامی پره. من اگر بخوام الان روی صفحه نمایشش بدم فکر میکنم این بار حقوقی داره، بخشی از یک چت خصوصی اگر عمومی بشه بار حقوقی داره، به خاطر همین بدیهیات ساده میتونن ما برخورد بکنن. به خاطر همین من ترجیح میدم توی این برنامه منتشرش نکنم، ولی ایشون اگر دوست داره تکذیب بکنه حتما تکذیب بکنه که من اون رو بیارم در برنامه بعدی. دیگه با رضایت خودشه، دیگه با رضایت خودش بخشی از این چت رو منتشر بکنه. پس اینکه یک نماینده ای میره با شفافیت رأی میاره در دایرکت به بقیه میگه که من حامی این طرح هستم و بعد میاد در مقابل دوربین میایسته و این طرح رو ردش میکنه با دلایلی که خیلی دلایل سطحیه، بعدم تاکید میکنه که در این مملکت نفاق به شدت زیاد شده، من با ایشون کاملا موافقم. و البته سوالم این هست که واقعا چیزی تحت عنوان نظارت بر رفتار نمایندگان وجود داره یا نه، که اگر وجود داشته باشه باید با همچین جماعتی به نظر من برخورد بشه، جماعتی که البته نگاه سیاسی اونها و
تفکر اونها در سالیان گذشته به شدت به کشور ما آسیب زده. من این نکته رو میخوام یادآوری بکنم و بعد از اون این ویدیو رو جمع‌بندی بکنم. نکته‌ای که میخوام یادآوری بکنم اینه، ببین دو سوم مجلس کشور شما به طرح شفافیت رأی داده است، دو سوم، بالای دو سوم نماینده به مجلس به این طرح رأی دادن، این طرح 5 تا دونه رأی کم داشته برای اینکه به نتیجه برسه. این جماعتی که دارن صحبت میکنن اون یک سوم هستن، یک سوم به علاوه 5 نفری هستن که به این رأی ندادن. یعنی ما در خصوص اکثریت مجلس صحبت نمیکنیم، در مورد یک سوم صحبت میکنیم که با این دلایل غیر منطقی که دیدیم در مقابل این طرح متاسفانه ایستادن. من نکته دیگه ای ندارم، فکر میکنم نکات خیلی واضح بود در صحبت ایشون و شما اگر نکته داشتین به این ویدیو اضافه بکنید. وقتتون بخیر.